سپیده رشنو، زن جوانی که در اتوبوس بی‌آرتی تهران از یک زن محجب تذکر حجاب گرفت، از غروب روز شنبه 25 تیر 1401 در بازداشته. مقامات امنیتی با استفاده از ویدیویی که رایحه ربیعی، زن محجبه اتوبوس بی‌آرتی از رشنو گرفته بود، او را شناسایی و براش پرونده باز کردند. دو هفته بعد هم برنامه خبری 23 صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعترافات اون رو پخش کرد. او در اون فیلم اعترافات تنها چند ثانیه حضور داشت و آثار کبودی ناشی از ضرب و شتم حتی روی صورتش هم هویدا بود. چند روز بعد سایت خبری هرانا به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرد که سپیده رشنو روز پنجشنبه 30 تیر ماه 1401 به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده تا به دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی از اون عکس برداری بشه. شاهدان عینی تایید کرده بودند که رشنو افت شدید فشار خون داشته و به سختی میتونسته حرکت کنه. با این حال از اون روز هیچ خبری از سپیده رشنو و وضعیت سلامت او منتشر نشده و مقامات قضایی ایران خودشون رو موظف به پاسخگویی درباره این دختر جوان نمیدونن. در چند هفته اخیر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با تغییر تصویر پروفایلشون به عکس سپیده رشنو و توییت‌ها و پست‌هایی با هشتگ سپیده رشنو کجاست از وضعیت او میپرسن. روز چهارشنبه 24 مرداد هم شماری از زنان با پلاکارت‌هایی که روی اونها همین نوشته شده بود در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. یک فرد مطلع از دوستان سپیده رشنو به ایران وایر میگه تا جایی که من خبر دارم سپیده همون دو هفته اول تماس تلفنی با خانواده داشته و دیگه چیزی ازش نشنیدیم. ممکنه با خانواده در تماس باشه ولی چون خانواده‌اش رو به شدت ترسوندن اونها با هیچ کس درباره شرایط سپیده صحبت نمی‌کنن. ما هم مثل بقیه خبر خطر خونریزی داخلی رو از رسانه‌ها شنیدیم و وحشت زده شدیم. متاسفانه دوستانش نمیتونن موضوع رو رد یا تایید کنن چون هیچ اطلاعی از سپیده، نهاد بازداشت کننده، محل نگهداری یا وضعیت سلامتیش ندارن.